قبل از اینکه وارد اخبار جشنواره بشیم اجازه بدید به دو تا دوست عزیزمون، دو تا از همکاران بسیار خوبمون در سینما و مشخصا در جشنواره تسلیت بگیم. تسلیت بگیم به احد صادقی عزیز بابت فوت ناگهانی برادرش امروز، تسلیت بگیم به سیمون سیمونیان عزیز بابت فوت باز ناگهانی شوهر خواهرش. خیلی متاسفیم، ما رو در غم خودشون شریک بدونن و امیدواریم که خداوند بهشون صبر بده و بتونن این مصیبت رو تحمل بکنن. خانم غفاری، خانم موسوی، خیلی خوش آمدید. بریم سر اخبار جشنواره. سلام عرض میکنم، انشاءالله که از جشنواره خسته نشده باشیم و حالا توی این روزهای باقی مانده فیلم های بهتری ببینیم. مثلا من فکر میکنم امسال جشنواره فیلم های متوسط رو به بالا بیشتر داریم، خدا رو شکر. امروز خب ما به هر حال فیلم خروج آقای خاتمی کیا و لباس شخصی و فیلم آتابای خانم نیکی کریمی رو دیدیم. فکر میکنم که خب حالا درباره نشست آقای خاتمی کیا که خب حاشیه زیداش خود خانم موسوی صحبت میکنن، ولی یک نکته مهمی که بخوام بهش اشاره کنم حضور آقای حساب الدین آشنا تو نشست توی نمایش فیلم بود. خب قبل از در حقیقت اکران فیلم تو جشنواره حالا شایعاتی مطرح شده بود که آقای شریفی‌نیا با گریم حسام الدین آشنا تو این فیلم حضور داره، که آقای آشنا بعد از اینکه فیلمو دیده بود تو جمع خبرنگارا گفته بود به نظر من این من نیستم، همه مشاوران همه رئیس جمهورا میتونن باشن و آقای حاتمی که به من کنایه ای نزدن. این نکته حالا جالب بودش که امروز حالا در نمایش فیلم آقای حاتمی کیا بود. من حالا میخوام به بحث ما هر شب داریم از هیچ کس علاقه نداره آقای شریفی نیا جای اون باشه. دقیقاً. و من فکر میکنم در حقیقت شریفی نیا یه پازی داره به مخاطبی یک جور عجیبیه. درباره ما هر شب درباره پسرکشی و فیلم آقای مجیدی صحبت کردیم. امشب هم من باید حتما به این نکته اشاره بکنم که حالا اولا که فیلم خروج آقای تمیکی امروز از آرای مردمی که یعنی حالا از دقیقاً گردانه رقابت اون دیروز خارج شد، امروز خوب بجه خوب بجه، ولی امروز آقای حاتمی‌کیا تو نشستشون معتقد بودن که مهندسی شده و به نظرم یا تا حالا شاید با این کارشون یک مشتی زدن قراره احتمالاً خانه سینما یه واکنشی نشون بده و قرار هست مردم یه مشتی زدن. آره شاید. من میخوام بگم که پسرکشی امروز طبق صحبتی که من با آقای آشیانی پور داشتم از رقابت مردمی در حقیقت خودشون یعنی خود دوستان ستاد آرای تماشاگران گذاشتن این فیلمو کنار به خاطر اینکه نگران بودن که رقابت برابری با سانساش نداشته باشه و فکر میکنم دیگه واقعا برای فیلم پسرکشی واقعا در جشنواره یک جور حقش داره ضایع میشه. اومد در حالی که فیلم آقای مجیدی هم بالاخره اومد و این بنده خدا آرای مردمی هم فعلا کنار گذاشته شد و این واقعا متاسفه، آدم متاسف میشه از این اتفاق و انشاءالله که آقای داروغه‌زاده به ما قول دادن درباره این موضوع با ما صحبت کنن، به زودی بیان و صحبت کنن، ما ازشون بپرسیم. امیدواریم با هماهنگی که شده فردا شب بتونیم آقای داروغه‌زاده رو داشته باشیم. بله. از ابتدای گفتگوی مفصل خوبی از شروع کارشون کمیته انتخابی انتخاب و تا این لحظه که چه مصیبت هایی داشتن باشون گپ بزنیم. من فکر کنم حالا میخواییم در باره نشست آقای حاتمی کیا که حالا شما صحبت کنید که من بدم این خواهش میکنم. خب آقای اسدیان، پیش بینی که میشد امروز به هر حال با حضور آقای حاتمی کیا و حالا به فضای فیلم هایی که ایشون دارن ما یک نشستی داشته باشیم که هم پر چالش و جنجال باشه. به هر حال در اون سالی هم یعنی دو سال گذشتم که خب به وقتش هم داشتن شاید نشست آروم تری داشتن، ولی خب تمام انتقادهاشون رو در اختتامیه گفتن. این بار توی نشست مطبوعاتیشون حضور پیدا کردن و عملا خب به حال برخوردهایی که تا این چند روز ما چند روز پیش هم صحبت کردیم در نقدهایی که دارم به فیلمشون جواب دادن و پاسخ دادن به تمام نقدها و به هر حال بحث اتفاقا انقدر این نشست طولانی شد که
که فیلم خانم کریمی یکی دو تا سالنش دیرتر نمایش رو شروع کردن، چون بچه‌ها همچنان بچه‌های مطبوعات توی سالن نشسته مطبوعاتی بودن و عملا فیلم خانم کریمی رو از دست میدادن. به خاطر همین یعنی پیش بینی میشد به نظر من. من تصاویری که دیدیم خیلی متشنج بود. بله بله. البته من فکر کنم دو تا آقای حاتمی که اون وسط چیکار میکرد؟ بله، دستیار آقای حاتمی که پاسخ یک سوالی رو داده بودن، حالا به اون هم من میرسم. البته من فکر میکنم که ما دو تا نشست دیگه این شکلی داشته باشیم که فیلم خون شده آقای کیمیاییه و فکر میکنم یه فیلم آقای مجیدی هم باشه. فکر میکنم سه تا دو تا ما نشست دیگه پرچالش داریم. ببین که اینجوری باشه. ببین بسته حرفت میگم خانم مصبی، نشست پرچالش خیلی خوبه، نشست متشنج بده. بله، یعنی اینکه ما چالش در واقع منتقدین حق دارن کارگردان ها رو به چالش بکشن، این حق طبیعیشونه. ولی اینکه به تشنج بخوایم بکشونیم و شلوغ، حالا یا من کارگردان آسان تحملم پایینه، فوری بهم بر بخوره، و یا اونها بخوان زیاد روی بکنن، در هر دو حالتش شیوه خوبی نیست. به حال من کارگردان باید بپذیرم که همونطور که من حق دارم فیلمی که دوست داشتم بسازم، مردم و منتقدین و خبرنگاران هم حق دارن که نظرشون رو بگن. من زیادم پرتوقع خب آقای آدمی که چون خیلی اهل مصاحبه هم نیست، به نظر من خب تمام صحبتاشون یه جا جمع میشه و میگن. اون سالم سر به وقت شما مصاحبه نکردم، من خاطرم هست با خانم غفاری با آقای جیرانی ما برنامه زنده هم داشتیم، نیومدن مصاحبه کنن، تمام صحبتاشون رو بردن اختتامیه انجام دادن. خب به نظر من اگر که یه مقدار این گارد مصاحبهشون رو باز کنن، میتونن در یک فضای آرامتری گفتگوها رو انجام بدن. و اتفاقا من دیروز یارتون یک مصاحبه از آقای مثلا کیمیایی خوندم، از من اون خودش باعث میشه که از قبل یک فضایی رو برای رسانه به وجود بیاد که فیلمساز حرفش رو زده باشه، یعنی بیان قبل از اینکه ما ببینیم تو ذهنمون چی صحبت آقای کیمیایی وجود داره. گاردی که بعضی از فیلمسازای بزرگ خصوصا دارن در مورد یه سری مصاحبه باعث میشه که خب آدم‌ها بیان و یه موقع همه سوالاتشون رو، هر چی نقد دارن چالش دارن، یک جا و یک شک بخوان توی نشست برخورد باش صحبت کنن. به هر حال یه ما همیشه آقای حاتمی که مخالفین و موافقینی داره دیگه، در خصوص از سالهای اخیر پیش بینی میگم میشد کاملا. به خاطر همین اصلا که شما وارد نشست مطبوعاتی ایشون میشدید، میتونم بگم تا رو زمین بچه‌ها نشسته بودن که شلوغ‌ترین نشست مطبوعاتی داشت. شما میدونستم هم آقای غریبیان میاد، به هر حال حضور ایشون مهم بود. من اولین چیزی که باید توی این نشست باید اعلام کنم که به نظر من مهمترین بخش این نشست هست، خدافظی آقای فرامرز غریبیان هستش. من نمیدونم باید بگم متاسفم برای سینمای به هر حال آقای فرامرز غریبیان بازیگر بزرگیه و من خودم به شخصه فیلم گبزها رو اصلا نمیتونم از ایشون فراموش کنم. اولین کارش. بله. و به نظر من بازی خوبی هم داشتن و اینکه حالا بخوان خداحافظی کنن توی نشست، البته فقط به این نشست مربوط نمیشه، مشخصا در مورد اون سالی که داوری کردن صحبت کردن، اون سالی که برای فیلم عصبانی نیستم اگه خاطرتون باشه جوایز عوض شد و جایزه نوید محمدزاده به رضا عطاران داده شد و همون سال رضا عطاران گفت من سیمرغ نوید محمدزاده رو بهش پس میدم. حاشیه‌هایی شد، آقای غریبیان گفت برای آخرین تغییراتی که من کاملا خاطرم هست که گفتن برای آخرین تغییراتی که قرار بوده توی جوایز اعلام بشه، حتی منو صدا نکردن که تو اون جلسه داوری آخر باشم، که من خودم روی سن متوجه شدم که جایزه ها تغییر کرده. به هر حال بعد تاکید کردن که این جایزه ها رو براش مجلس تصمیم میگیره و من به خاطر این نگاه غرض ورزانه ای که توی سینما وجود داره از طرف مسئولین، این آخرین فیلم منه و خدافظی میکنم. حالا مجلس یه خورده آدرس زیادی مستقیم دادنه. من معتقدم از هر جایی تصمیم میتونن بگیرن و بخوان که اون نظرشون حتما اعمال بشه، که توی این نظر قطعا جنبه های هنری و آرتستیک نیست، جنبه های سیاسیه که داخل. آقای غریبیان نه تنها یکی از بزرگان بازیگری سینمای ما هستن، یکی از محترم ترین افراد سینمای ما هستن. حداقل به خاطر سابقه‌ای که با ایشون دارم و آشنایی که دارم میتونم بگم که بودن چنین آدم محترمی در سینما برای همه ما باعث افتخاره. و امیدوارم که این مسئله که امشب ایشون گفتن صرفا بابت فشار روحی و عصبی بوده که بهشون وارد شده و شاید یک تصمیم احساسی بوده که بعداً این تصمیمشون رو مورد خودشون مورد تجدید نظر قرار بدن و محروم نکنن سینمای ایران رو از حضور خودش. بله.
خب آقای حاتمی کیا در خیلی اشاره شد توی این نشست به موضوع این که در مورد وقایع حالا آبان و سقوط هواپیما چرا آقای حاتمی کیا اظهار نظری نکرده. خب به حال ایشون رو فیلمسازی میدونن که دغدغه‌مندن در حوزه سیاسی و ایشون هم خیلی تاکید کرده که من توجهم رو با فیلمم به این موضوع نشون میدم و اینکه من بیام تو اینستاگرامم چیزی بنویسم به نظر من این هنر نیست، فیلمساز باید همون واژه همیشگیشون رو به کار بردن، ما سرباز فرهنگی این مرز و بوم هستیم و باید قرارم نیست که ما به این شکل انتقادمون رو نشون بدیم. خیلی سوالا از این دست میشد، ابتدا خیلی تلاش کردن که وارد این حاشیه ها نشن و سوالی رو اصلا رد شدن ازش، ولی چون خیلی در مورد این موضوعات ازشون در مورد حوادث اخیر سوال شد، یکی از بخشایی که جواب دادن این بود. آقای حاتمی کیا ببین این اینا چیزای جذابیه، این نشان میده که امروز دیگه نمیشه بزرگان مثل حاتمی کیا در مقابل مسائل سکوت بکنن، انگار ازشون انتظار میره که موضع داشته باشن و همراهی بکنن با بعضی از مسائل، در حالی که مثلا تو چند سال پیش شاید چنین توقعی اساسا در جامعه نبود، نه فقط در بخش خبری و فلان اینا، ولی امروز ظاهرا این توقع به وجود اومده، توقع مطرح میشه و ما نمیتونیم به این راحتی از کنارش بگذاریم. باید اینجوری تکلیفمون روشن باشه قضیه که بالاخره یک همدردیایی هست، یک همراهیایی هست و بله، خصوصا به خاطر اینکه فیلمشون خیلی اعتراضی هست به یک شرایطی در داخل کشور، به خاطر همین خب این سوالات هم طبیعی بود که بشن که شما اگر اعتراض میکنید به این شیوهی که هست، به اینکه میخواین مردم اعتراضشون رو بیان کنن، پس چرا خودتون در مورد این موضوع سکوت کرد؟ که خب در مورد این موضوع سوال جواب دادن و گفتن که فیلم با فیلمشون حرفشون رو زدن. خب در مورد نقدهایی که ما شب گذشته صحبت کردیم در مورد آقای حاتمی کیا که توی روزنامه‌های مختلف حالا یا یادداشت، آقای حاتمی کیا خیلی خیلی از با حالت عصبانی و با ناراحتی و دلگرفتگی عنوان کردن که این ادبیاتی که داره توی این نشست ها به کار برده میشه، توی ببخشید توی این متن ها نوشته میشه، من نمیدونم این ادبیات از کجا وارد حالا سینمای ما شده، حالا واژه‌ای رو به کار بردن به عنوان فکر میکنم بی حیایی، همچین واژه‌ای رو به کار بردن و اینکه تاکید کردن که آیا من برم از این سینما شما خلاص میشین، شما کلان جمله خود منو به خود من برمیگردین، فرمانده دورت تمام شد، اینکه به خود من این حرفو میزنید و اینکه من نمیفهمم این چه نوع یادداشت نوشتنه، چه نوع نقد نوشتنه. به هر حال جوابهایی دادن که خب پیش بینی هم میشد که بخوان در مورد این موضوع صحبت کنن. فکر میکنم که حتی در یه بخشی از نشست دستیار آقای حاتمی کیا پاسخگوی یه سوالی بوده که عنوان کردم، من عین نقل میکنم چون که به حال چیزی بوده که وجود داره، گفته که اهالی مطبوعات باعث شدن فیلمسازان نتوانن دیگه حرف خودشونو بزنن، فیلم ها پر شده از عرق خوری و بیهجابی، این جمله‌ای بوده که دستیار آقای حاتمی کیا عنوان کردن و خیلی هم عصبانی بودن، حالا توی نشست بودن که در مورد این موضوع صحبت کردن. بحثای جسته گریخته وجود داره که حالا حاشیه‌های زیادیه که قطعا دوستان دیگه هم اشاره کردن توی رسانه هاشون، در مورد گزارش یک جشن باشون صحبت کردن، گفتن شما اجازه ندادید اینو برای خبرنگارا نشون دادن، گفته من هرگز همچین کاری رو نکردم که نخوام برای رسانه ها این فیلم نمایش داده باشه و هر کسی که گفته به نقل از من نگفته این حرفو. به هر حال جلسه میگم همونجور که خودتون گفتید خیلی خیلی جلسه تند و تیزی بوده و حالا بحث همون چیزی دیگه ای رو هم که من باز دوباره دوست دارم به نقل بگم چون دارم نمیخواد که توش دستی برده باشم و نقل مضمون کرده باشم، خیلی در بخش پایانی نشست تاکید کردن که گناه ما چیست که فیلم می‌سازیم، چرا جنس رفتارها اینقدر دادگاهی شده است، این چه زبان بی حیاییه، همون جمله‌ای که من به کار بردم، آیا وقتی علی حاتمی از دنیا رفت جاش پر شد، چرا فشار اینجا مثل فشار اول قبل شده، شما تنش می‌سازید که از ما واکنش می‌گیرید، انصاف نیست این برخورد، من عمرم رو پای فیلم هایم گذاشتم، اگر من کنار برم هم خلاص می شوید. و حال ببینید یه نشستی بوده که بیشتر بیانیه دور من صحبت های آقای حاتمی کیا رو درک میکنم، ایشون حق دارن، اما متوجه نمیشن که دستیاریشون برای حمایت از فیلم آقای حاتمی کیا چرا فیلم های دیگر رو تخریب میکنن، چرا اتهام میزنیم به دیگر دوستانمون، این یه نوع فرار به جلو نیست؟ بله. یعنی در واقع من فکر نمیکنم حتی ایشون هم یه بار دستیار ایشون انگار در جایگاه ممیزی قرار میگیره
در جایگاه نظارت قرار میگیره و نقد میکنه فیلم های دیگر رو. اینکه مطبوعات، سایت ها، رسانه ها در مورد این دو موردی که شما گفتید به فیلم ها نقد بکنن حقشونه و جایزه، اما ما به عنوان یه همکار سینمایی حق نداریم برای دفاع از فیلم خودمون پای این دو مسائل رو توی فیلم های دیگه وسط بکشیم. به اعتقاد من یه نوع آدرس غلط دادنه و کاش ایشون حداقل حرمت آقای حاتمی کیا رو نگه می‌داشت. خود آقای حاتمی کیا اونجا حضور داشتن، نه نیازی نبود که دستیار ایشون بخواد وارد تنش بشه. بله متاسفانه این بحث و این دیالوگی که گفته شده من فکر نمی‌کنم حتی نظر خود آقای حاتمی کیا باشه. من حدس می‌زنم تقریبا شبیه اون جریانی که متاسفانه در اکران فیلمشون افتاد، یادتون هست برای به وقت شام تو پردیس کوروش چه اتفاقی افتاد و بعدن خودشون فردای اون روز اعلام کردن که اصلا در جریان این شکل تبلیغاتی فیلم نبودن، چون فکر میکنن که انقدر زبان انقدر آقای جسارت داره آقای حاتمی کیا که خودش در مورد چیزی صحبت کنه و حتی بیاد بعدها بگه که آقا این جریان تبلیغ اون شکلی تو کوروش اصلا کار من نبوده، من اصلا با خودم با این شیوه مشکل دارم، مثلا نباید این تبلیغ این شکلی صورت میگرفته. فکر کنم خودشون انقدر جسارت دارن چه با فیلماشون چه با صحبتاشون که باید خودشون در این مورد صحبت کنن. من فکر میکنم دیگه از نشست آقای حاتمی کیا اگه بخوام فاصله بگیرم، فیلم بعدی که اونجا نمایش داده شد فیلم آتابای خانم نیکی کریمی بود. ما اینجا هم در موردش صحبت کردیم، فیلم بسیار مهمی در کارنامه ایشون هستش و تا الان هم خیلی خیلی مورد استقبال مردم قرار گرفته، چون فیلم یه نوعی حال خیلی خوبی داره به لحاظ تصاویری که داره، یک عاشقانه ای که داره، فیلم تونسته بود ارتباط بگیره. فکر میکنم من داشتم میومدم با خیلی ها صحبت کردم، همه شون تأکید داشتن، دوستان منتقد و مطمئن، که بهترین فیلم خانم کریمی هستش به لحاظ فیلم، به لحاظ کارگردانی و فیلم برداری. صحنه های بسیار درخشانی توی فیلم هست. توی اون نشستم باز حالا آقای حجازی فر یکم عصبانی کرده بودن، گفته بودن که ما توی یک سرزمین پارسی داریم زندگی میکنیم، چرا باید یک فیلمی رو زیرنویس ببینیم؟ بعد که آقای حجازی فر هم خب به حال خودشون هم ترک هستن دیگه، گفتن که افکارتون فاشیستیه، هیچ کس حق نداره به ترکا توهین کنه، مگه شماها صاحب سینمایید؟ ما داریم تو یه جای فیلم برداری میکنیم که خب اونجا زبان اصلیشون همینه. منظورشون این زیرنویسا بوده دیگه. خیلی خیلی حرف آقای حجازی فر حرف درستیه. ما اگر میخوایم جلوی کینه‌های قومی گرفته بشه، اگر میخوایم خدای نکرده جلوی تقابل قومی گرفته بشه، بعد این حق رو برای اقوام مقابل بشویم، مثل فیلم پوست برادران ارگ که کاملا به زبان ترکیه. بله. قرار نیستش که در آذربایجان ما فیلم بسازیم و بگیم که شخصیت‌های اون فیلم فارسی صحبت کنن. یه جایی که مثلا مثل خوی که اصلا همه آدم‌ها، مثلا یا مثلا بریم در رشت فیلم بسازیم و بگیم که شما گیلکی حرف نزنید، همتون فارسی صحبت کنید. خب همین جوریه که اقوام احساس می‌کنن که داره در حقشون ظلم میشه. بله. و یک جوری در واقع بهشون کم محلی میشه. اونها مسئول این نیستن که برای من زیرنویس، چطور من فیلم فرنگی رو میشنم با زیرنویس فارسی تعامل میکنم و تحسین میکنم؟ حتی ما میگیم چرا اکران نمیکنید رو پرده این حرف فیلم های خارجی رو؟ نهایتاً ریسکی که سرکار خانم کریمی کردن ممکن است در اکران از جهت فروش بهشون لطمه بزنه. قطعا آگاهانه این کارو کردن، میدونستن دارن چه کار میکنن. اصلا تراوت به اعتقاد من این فیلم ها در همین هستش که من میرم و با یک زبان دیگری در ایران یک فیلم رو میبینم. بله مادم یه فیلم بومی میبینیم. بله لذت میبرم. بله دقیقا همینطور. همینطور که اگر برم ببینم یک فیلمی در ترکمن صحرا ساخته شده و به زبان ترکمنی صحبت میکنن، این هم از اقوام ایرانیست و لذت بخشه. بله. آقای حجازی فر حق دارن که میگن این توهینه به آهالی آذربایجان. بله اونها هم به حال کاملا حق دارن. بله. خب ما بخوایم از سینمای رضانه ذره فاصله بگیریم، در مورد آرای مردمی که خانم غفاری اشاره کردن، در کمال تعجب یک فیلم کمدی خارج شد از لیست و خوب بر جلف دو که حالا من خاطرم هستش که اون سالی که خوب بر جلف دو بود و گشت ارشاد تا 5 تا فیلم رقابت سرسختی رو با فیلم های اگه خاطرون باشه ماجرای نیمروز اون سال بود، سرسخت رقابتشون رو با فیلم های اجتماعی و سیاسی داشتن انجام میدادن و بودن، ولی امسال فیلم خوب بجرف دو اینا پالسای به اعتقاد من خیلی خوبیه که میشه از این آرای مردمی گرفت. اینکه از ابتدا فیلم خون شد در دهتا نیست، اینکه فیلم خروج از دهتا خارج میشه، اینکه فیلم خوب بجرف خارج میشه، برای اهالی سینما گفتم میتونن پالسایی بگیرن که ببین زائقه ها عوض شده، نگاه ها عوض شده و مردم دیگه نه تحت تاثیر نام ها هستن نه لزوما به کمدی بها میدن. ما باید اینا رو اتفاقا یکی از جذابیت های این آرای مردمی بر روز به روز رفتنش همینه که میتونیم ازش این سری رو یاد بگیریم و اینا رو جمع‌بندی بکنیم، تحلیل بکنیم. حتی اگر بعدها آقای آشتانی پور
میشد این آرا رو در اختیار قرار بدن، ببینیم در کدوم مناطق، در مثلا مناطق تهران فیلم ها رأیاشون چگونه بوده. خود اینا باز میتونه کمک بکنه به سازندگان و تهیه کنندگان که این آمار رو بتونن ازش استفاده خوب بکنن. فکر میکنم غیر از حالا صحبتی که خانم موسوی درباره فیلم آقای حاتمی که خانم کریم کردن، ما امروز فیلم لباس شخصی رو هم داشتیم در اولین سانس که حالا کارگردانش معتقده این فیلم کامل پخش نشده، یعنی سانسور شده و معتقده که علاقه‌مند این سکانس که فیلمش هست شده پخش بشه. تنها شیعی که حالا داشت و بیانیه بود که تایید کننده خوند که بیانیه طولانی هم بود، باید بهش اشاره بکنیم چون به حال امروز این نشست رو هم داشتیم. کارگردان لباس شخصی امیر عباس ربیعی هستش که معتقد بوده که باید فیلمش سکانساش کامل باشه. از شما خب به حال فیلم رو دیدین، من نمیدونم که این که میگم بعضی از سکانساش هست شده قبل از هیئت انتخاب، یعنی قبل از اینکه انتخاب ببینن یا بعد از هیئت انتخاب. اما اون چیزی که راجع به این فیلم میدونم که خب داستان این فیلم یک فیلم سیاسی است راجع به دستگیری سران و اعضای حزب توده در سال 61. تا اونجا که اطلاعات تاریخی من میگه وقتی فیلم رو میدیدم به نظرم میاد که خیلی فیلم مستند از این زاویه نیست و اطلاعاتی که میده توی فیلم مغلوطه و برای من حداقل وقتی فیلم رو میدیدم احساس میکردم که پر از و تعجبم میکردم، چون این نوع فیلم ها معمولا با یک نظارت هایی ساخته میشه، تعجب میکردم که چرا این همه در واقع خطا چه از جهت مسائل تاریخی چه در جهت اجرا توی این فیلم وجود داره و برام جای سوال بود. امیدوارم من اشتباه بکنم و فیلم در واقع اونها پژوهش اونها درست تر بوده باشه. بله. من فکر کنم با کامل یه چیزی آخرش کامل کنیم که یه خبر جدید تر داشته باشیم. داوری فکر میکنم بخش عمده از فیلم ها رو دیدن و حتی فکر میکنم امروز فیلم آقای مجید مجیدی رو هم دیدن، یعنی فیلمی که تازه رسیدن تقریبا دیگه داره کارشون تمام میشه که برن برای اعلام نامزدادی، یعنی جلسات نامزدها رو برگزار کنن. ما نباید اینا رو لو بدیم. خب الان به هر حال خبرکار ما اینه که سری اطلاعات جدید داشته. داوری تمام شده به این مفهوم که همه فیلم‌ها رو دیدن. بله. و طبیعتاً نیاز به یک زمانی دارن برای اینکه افکارشون رو جمع و جور بکنن، تهنشین بشه، شاید لازم باشه برن بعضی از فیلم‌ها رو دوباره پاره‌ش رو ببینن. من خیلی دوست داشتم تو یک بخشی اساساً راجع به داوری جشنواره فجر یک صحبت بکنم که به نظر من داوری یه مقدار عجب غریبیه و خیلی خودم بهش اعتقاد ندارم. مثلا مدل جشنواره فجر که ما میگیم، حالا تو یک برنامه اگر بذاری توی بخشی راجع بهش صحبت بکنیم به نظرم خوبه، ولی به حال ظاهرا این فرصت فردا رو هم گذاشتن یکی دو روز که چون فشرده میبینم منظورتونه. حالا بعد توضیح مفصل بدم چون اصلا این مدلی است که فقط ما رماسی جای دنیا وجود نداره. قطعا نیاز دارن به اینکه بعضی از فیلم‌ها رو حداقل پاره‌ایش رو تیکه‌هایش رو ببینن دوباره بررسی بکنن و بعد تازه بشنن در یک جلسه مفصلی احتمالاً، چون این جلسات معمولا خیلی طول میکشه، به جمع‌بندی برسن و اعلام نامزدها که تو اونجا که میدونیم دوشنبه، بله، بعد از نشست فیلم خورشید. بله 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 اونجا فیلم‌های اول هم تا جایی که من میدونم داوریشون، یعنی نمایش فیلم‌هاشون تمام شده. بله بله اونا که خیلی وقت تمام شده، ولی این بخش هم تمام شده، یه اصلا شروع کردن. بله 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 در این وضعیت. خب روز پرحاشیه‌ای بوده در کاخ مطبوعات و میریم به استقبال روز هشتم. روز هشتم روز خداوند جورج را آفرید. شبتون بخیر.